فصل هشتمون انرژی و تبدیل هایمون. تو این فصل میخوایم با انرژی و کار آشنا بشیم. این فصلمون یک مبحث فیزیک هستش. میگه در زندگی روزمره گاهی به فعالیت هایی کار میگوییم که توی علم فیزیک کار محسوب نمیشه. مثلا میگیم چی کار داری میکنی؟ میگه دارم مسئله ریاضی حل میکنم. میگیم چی کار میکنی؟ میگه دارم با تلفن صحبت میکنم. از نظر علم فیزیک کار محسوب نمیشه، با اینکه تو زندگی روزمره ما اینا رو یه نوع کار محسوب میکنیم، ولی علم فیزیک اینو کار حساب نمیکنه چون حرکتی صورت نگرفته. یا گاهی فعالیت ها رو ما تو زندگی روزمرمون کار محسوب نمیکنیم، ولی از نظر علم فیزیک کاره. مثلا میگیم که هیچ کاری امروز انجام ندادم با این همه دوندگی که انجام دادم. از نظر زندگی روزمرمون چون به هدفمون نرسیدیم کار محسوب نمیشه، ولی از نظر علم فیزیک کاره چون حرکتی صورت گرفته. پس توی علوم مفهوم کار رو چنان تعریف میکنن که قابل اندازه گیری باشه، براش مقدار و عدد بتونیم تعیین کنیم. پس کار اینجوری تعریف میکنیم، میگیم کار وقتی صورت میگیره که جسم در راسته نیرو جا به جا بشه. کار مقدار نیرویی که بر جسم وارد میشه و جسم در راسته نیرو حرکت میکنه. این مفهوم کاره. از روی تعریفش میفهمم کار به سه عامل بستگی داره: یک، اندازه نیرویی که به جسم وارد میشه; دو، مقدار جا به جایی که جسم انجام میده; سه، همراستا همجهت بودن نیرو جا به جایی. میان مثال میزنیم. مثلا وزنه برداری وزنه ای رو بلند میکنه، خب نیروشو داره به سمت بالا وارد میکنه، نیرو وارد کرده، نیرو هست، وزنم حرکتی و ارتفاعی اومده بالا، پس جا به جایی هم دارم، این دوتا هم همراست هستن، پس کار صورت میگیره. یا شخصی داره اتومبیلی رو مثلا هل میده، نیرو داره وارد میکنه، نیرو رو داره، جا به جایی هم صورت گرفته، اتومبیل از اینجا به این قسمت اومده، پس جا به جایی هم داریم، همراستاست، نیرو به سمت شرقه، جا به جایی هم به سمت شرق، پس چون این سه عامل رو داره میگیم در اینجا کار صورت گرفته. از روی تعریف کار میتونیم فرمولش رو بنویسیم. پس میگیم برای اینکه بخوایم کار رو اندازه گیری کنیم، میگیم کار مساوی با نیرو ضرب در جا به جایی. در رابطه با این مطلب یه فیلم ببینیم. کار و انرژی. هرگاه نیرویی بر جسمی وارد بشه و در حرکت جسم در جهتی که نیرو وارد شده تغییر ایجاد بشه، کار انجام شده. انرژی توانایی انجام کاره. به هنگام انجام کار دو حالت برای انرژی پیش میاد: الف، انرژی از صورتی به صورت دیگه یا از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشه. به عنوان مثال، وقتی جسمی رو روی زمین بلند میکنید، انرژی شیمیایی به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل میشه. ب، انرژی از یک جسم به جسم دیگه انتقال پیدا میکنه. به عنوان مثال، وقتی با پا به توپ ضربه میزنین، انرژی از پای شما به توپ منتقل میشه. یکای کارم جوله، حالا تو صفحه بعد بهتر توضیح میدم. پس رابطه یا فرمول کار این شد: کار مساوی با نیرو ضرب در جا به جایی. یکاش چیه؟ یکای نیرو که حتما باید نیوتن باشه، ما تو فصل دومون توضیح دادیم. یکای جا به جایی، جا به جایی از جنس طول دیگه، یکاش باید متر باشه. یعنی اگر برای به دست آوردن کار جا به جایی و بر حسب سانتیمتر داد، تو اول بیا سانتیمترتو به متر تبدیل کن، تقسیم بر 100 کن به متر تبدیل بشه، بعد تو فرمول کار بذار. جا به جایی باید متر باشه، نیروت نیوتونه، نیرو که یه یکا داره همون نیوتونه دیگه. پس یکای کار میشه نیوتون در متر. ولی به افتخار ژول، دانشمندی که در واقع این فرمول رو ارائه داد، این یک کار رو گذاشتن ژول. پس نیوتن در متر رو همون میگن ژول. مثال داریم میزنیم. میگه علی یک جعبه 300 نیوتنی، پس نیرو رو به تو داده 300 نیوتن، از سطح زمین بلند کرده پشت یک کامیون که در ارتفاع 2 متری، ارتفاع همون جا به جایی دیگه، پس جا به جایی هم به تو داده 2 متر قرار میداد. آیا میتوانید بگویید که علی چه مقدار کار انجام داده؟ اول باید فرمولتو بنویسی، چون خودش توی امتحان بارم داره. اگر ننویسی مقدار از نیم نمره از مسئله رو از دست میدی. میگی کار مساوی نیرو ضرب در جا به جایی.
نیرو رو داری، خب یکاش هم که نیوتونه، تبدیل اینا نداره، جاش میذارم، جا به جایی هم دارم. دوه یکاش هم که متر، بس تبدیل ندارم، میام 300 و ضرب در دو میکنم 600. توی فیزیک گفتیم عدد بدون یکا معنی نداره، 600 که نوشتم یکای کارم جلوش میذارم جول. مثال بعدی، مریم جسم 2 کیلوگرمی را در سطح افقی به اندازه 5 متر میکشد. کاری که مریم انجام میده چقدره؟ خب اینجا یه تبدیل داریم، چون نیرو به من نداده، جرمشو داده کیلوگرم، جسم من که میخوام بر اون نیرو وارد کنم 2 کیلوگرمه. اول باید وزنشو به دست بیارم، اول باید تبدیلش کنم به نیوتن. ما توی فصل 2 گفته بودیم وزنو میخوایم، وزنو با دبلیو نشون میدن، مساوی با ام جی، یعنی وزن مساوی جرم بر حسب کیلوگرم ضرب در شتاب جاذبه، که برای راحتی جی رو اینجا ما 10 گرفتیم. وزن میشه 2 ضرب در 10 20 نیوتن. 20 نیوتن این انه ها. بعد حالا میام میذارم تو فرمول کار، کار میگم نیرو ضرب در جا به جای، این فرمولشو نوشتم، عددامو جایگزین میکنم، نیرومو که در بردم 20 نیوتن جاش میذارم، جا به جایی هم گفته 5، 20 ضرب در 5 میشه 100 جول کار انجام داده روی این جبه جسم، 100 جول کار انجام داده. خب این شکل رو دقت کنید، ببینید اینجا این شخص داره جعبه که وزنش 300 نیوتونه داره از زمین به اندازه 1 متر بلند میکنه، داخل کامیون کنه، میگه کاری که انجام میده چقدره. تو فرمول کار رو می‌نویسی، نیرو ضرب در جا به جایی، نیرو چقدره؟ 300. جا به جایی چقدره؟ 1 متر. 300 ضرب در 1 شد 300 جول. خب میبینه خیلی اینجا سخته، کاری که انجام میده 300 جوله، ولی باید نیرویی که به کار میبره 300 نیوتن باشه، سخته برای این شخص. این بار میاد جلوی در کامیون یه تخته، یک ماشین، یک سطح شیبداری به نام تخته قرار میده. این بار این جعبش رو روی این تخته هل میده تا وارد کامیون کنه. وقتی که از این تخته استفاده کرد، نیروی کمتری به کار برد، نیرو 100 نیوتن به کار برد، ولی مقدار بیشتری جا به جا کرد، 3 متر این جعبه رو جا به جا کرد. حالا میگه در این حالت چقدر کار انجام میشه؟ کار نیرو ضرب در جا به جایی، نیرویی که به کار برد در این حالت 100 نیوتنه، جا به جایی 3 متره، 100 ضرب در 3 شد 300 جول. پس مقدار کار در دو حالت یکسان بود، ولی کدوم آسون تره انجام کار؟ اینجا که داره سطح شیب داره استفاده میکنه. ما حالا سال نهم میخونید، انواع با انواع ماشین ها آشنا میشید، ماشین ها کار رو برای ما آسون میکنن، مقدار کار رو تغییر نمیدن، کار ما رو کم و زیاد نمیکنن، فقط انجام کار رو برای ما آسون تر میکنه. الان اینجا این تخته در واقع نقش یک ماشین به نام سطح شیبدار ایفا میکنه که باعث میشه کار آسون تر صورت بگیره. بعد این قسمت داره میگه وقتی که تو داری توی فرمول کار نیرو رو ضرب در جا به جایی میکنی، یکی عامل ها وجود نداشته باشه کاری انجام نمیشه، کاری که در واقع صورت میگیره صفره. تو صفحه بعد توضیح میدم، میگه کار در چه صورت هایی صفر میشه. گفتیم یکی از عامل های کار نباشه کار صفره. مثلا تو اینجا میگیم جا به جایی نداشته باشیم، جا به جایی صفر باشه، پس حالا نیروت هر عددی باشه ضرب در صفر کنی کارت میشه صفر دیگه. مثال میزنه، میگه شخصی داره بر این خونه نیرو وارد میکنه، نیرو وارد میکنه میخواد هولش بده، ولی این ساختمون جا به جا نمیشه. نیرو داریم ولی جا به جایی نداریم، پس کاری صورت نگرفته. اینجا وقتی که وزن بردار وزنه رو از زمین بلند میکنه میاره بالای سرش، کار انجام داده، چون نیرو به کار برده، جا به جایی هم صورت گرفته، هم راستام هستن. ولی زمانی که وزنه رو بالای سرش نگه میداره کاری صورت نمیگیره، چون نیرو به کار برده، چون اگر نیروش رو قطع کنه وزنه میفته زمین، ولی جا به جایی صورت نگرفته، چون میگه وزنه رو بالای سرش نگه داشته، چون جا به جایی نداریم کاری صورت نگرفته. حالا یکی دیگه از عامل ها، جا به جایی داشته باشیم نیرومون صفر باشه، خب بازم یکی از عامل های کار رو نداریم کارمون صفر میشه.
مثلا مثالش زده گفته که حرکت فضاپیما یا شهاب سنگ در فضای بیکران. در فضا ما میگیم نیرو وجود نداره، همه چی معلقه، همه چی در حال حرکتن. حرکت هست ولی نیرو وجود نداره، پس حرکت اجسام در فضای بیکران کار محسوب نمیشه، چون یکی از عاملهای کار به نام نیرو رو نداره. حالا تو این شکل نگاه کنی، میگه نیرو داریم، شخصی این جعبه رو گرفته تو دستش نگه داشته، داری نیرو وارد میکنی، نیروی برابر با وزن جعبه داری رو به بالا وارد میکنه، چون اگر نیروشو قطع کنه جعبه زمین میفته، پس نیروشو داره عمودی وارد میکنه. حالا این شخص جعبه رو که تو دستش گرفته داره افقی حرکت میده، جعبه داره جابجا میشه، افقی داره جابجا میشه، نیرو داریم، جابجایی داریم، پس کدوم عامل کار این بار وجود نداره؟ همراستا بودن. ما گفتیم وقتی کار انجام میشه که نیرو و جابجایی وجود داشته باشن و همراستا باشن. الان این دوتا همراستا نیست، نیروی من عمودیه، جابجاییم افقیه، بر روی جسم کاری صورت نمیگیره. حالا با مفهوم انرژی آشنا میشیم. انرژی شما تو ابتدایی هم خونده بودی، توانایی انجام کاره. یکاش مثل یکای کار ژول هستش، پس انرژی هم مثل کار یکاش ژوله. انرژی تو اینم تو ابتدایی مطمئنم که خونده بودین، انرژی به صورت‌های مختلف وجود داره. 8 صورت انرژی: گرمایی، الکتریکی، صوتی، حرکتی یا مکانیکی، تابشی، شیمیایی، اتمی یا هسته‌ای هم بهش میگن. این 8 صورت انرژی. میگیم انرژی میتونه از شکلی به شکل دیگه یا از صورتی به صورت دیگه تبدیل بشه. قانون پایستگی انرژی چی میگه؟ میگیم انرژی خود به خود به وجود نمیاد، خود به خودم از بین نمیره، بلکه میتونه از حالتی به حالت دیگه تبدیل بشه. پس انرژی ها میتونن به هم دیگه تبدیل بشن. داره مثال میزنه، مثلا توی این چوبی که داره میسوزه، وقتی که چوبو میسوزونیم انرژی شیمیایی درون چوب در سر سوختن به شکل انرژی گرمایی و نورانی آزاد میشه. پس اینجا یه تبدیل انرژی داشتیم، انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل شد. یا وقتی که تلویزیون رو روشن میکنیم چه تبدیل انرژی صورت میگیره؟ انرژی الکتریکی، تلویزیون ما با برق کار میکنه دیگه، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی، گرمایی، صوتی تبدیل میشه. خب تلویزیونتون هم یه مقداری گرم میشه. یا توی کشتی، خب کشتی با سوخت کار میکنه دیگه، سوخت هم انرژی شیمیایی داره، انرژی شیمیایی سوخت تبدیل به انرژی حرکتی یا مکانیکی میشه که باعث حرکت کشتی میشه. اینها نمونه ای از تبدیل های انرژی که شما توی مقطع ابتدایی هم اینا رو گذروندید، یاد گرفتید. در رابطه با تبدیل انرژی فیلم آموزشی ببینیم. تبدیل انرژی، صورت و نوع انرژی به صورت و نوع دیگر تبدیل می شود. برای مثال، انرژی پتانسیل شیمیایی چوب با سوختن به انرژی گرمایی و نورانی از نوع جنبشی تبدیل می شود. آبی که پشت سر ذخیره شده، انرژی پتانسیل دارد. اما وقتی آب به صورت آبشار فرو می ریزد، این انرژی ذخیره و به انرژی جنبشی تبدیل می شود. شباهت لامپ و بخاری برقی از لحاظ تبدیل انرژی در اینه که هر دو با انرژی الکتریکی کار می کند و تفاوت آنها در این است که لامپ بیشتر انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کند ولی بخاری برقی بیشتر آن را به گرما تبدیل می کند. وقتی توپی به طرف زمین رها می شود، ابتدا فقط انرژی پتانسیل مکانیکی دارد. از لحظه رها شدن توپ، انرژی پتانسیل آن به تدریج به انرژی جنبشی تبدیل می شود. در هنگام پایین آمدن توپ، مقداری از انرژی توپ به مولکول‌های هوا منتقل می شود و آنها را به حرکت در می آورد. در هنگام برخورد توپ با سطح زمین، مقداری از انرژی آن به انرژی گرمایی تبدیل می شود.
این صورت های انرژی بود که گفتیم انرژی به 8 صورت وجود داره. حالا میخواییم با انواع یا شکل های انرژی آشنا بشیم. انرژی به 2 نوع تقسیم میشه، جنبشی یا حرکتی هم بهش میگن یا آشکار هم میگن، پتانسیل، پنهان یا ذخیره هم میگن. انرژی جنبشی مخصوص اجسام متحرک، هر چیزی که در حال حرکته انرژیش از نوع جنبشی یا حرکتیه. انرژی پتانسیل مخصوص اجسام ساکنه، هر چیزی که ساکن باشه انرژیش از نوع ذخیره‌ای یا پتانسیل هستش. خب یه انرژی جنبشی به 2 عامل بستگی داره، جرم و سرعتش. بیایم فکر کنید کتاب رو حل کنیم. در یک از حالتهای زیر انرژی جنبشی دو جسم رو با هم مقایسه کنیم. این اتومبیل سبز رنگ سرعتش بیشتر از اتومبیل نارنجی رنگه. میگیم کدومش انرژی جنبشیش بیشتره؟ اینی که سرعتش بیشتره. پس یکی از عاملها سرعت جسمه، هر چقدر سرعت جسم بیشتر باشه انرژی جنبشیش بیشتره. بعد میگه تو این مقایسه کن، این کامیون انرژی جنبشیش بیشتر از اتومبیل است. چرا؟ جرمش بیشتره. پس نتیجه گرفتم هر چقدر جرم جسم بیشتر باشه انرژی جنبشیش بیشتره. انرژی جنبشی به سرعت جسم و جرم جسم بستگی داره، رابطه مستقیم داره. جرم و سرعت زیاد بشه انرژی جنبشی جسمم زیاد میشه. من برم صفحه بعد، اول انرژی پتانسیل رو بگم بعد برگردم صفحه قبل. یکی دیگه از انواع انرژی انرژی پتانسیله که گفتیم انرژی ذخیره شده در ماده است. انرژی پتانسیل خودش میتونیم به 3 نوع تقسیم کنیم. یکی انرژی پتانسیل گرانشی، هر جسمی که در ارتفاعی ساکن قرار بگیره انرژیش از نوع پتانسیل گرانشیه. انرژی پتانسیل کیسانی مثل فنر کشیده شده، نه رها شده، نه فنر کشیده شده، کمان کشیده شده، انرژی ذخیره شده است، بهش میگن انرژی پتانسیل کیسانی. انرژی پتانسیل شیمیایی انرژی ذخیره شده در مواد مثلا سوختا، گفتیم انرژی شیمیایی ذخیره شده توش، چون ذخیره شده بس از نوع پتانسیل هم است. مثلا غذا انرژی پتانسیل شیمیایی داره. پس پتانسیل ها یا گرانشیان یا کیسانیان یا شیمیاییان. انرژی پتانسیل نمیتونه کار انجام بده. انرژی پتانسیل وقتی میتونه به کار در واقع باعث انجام کار بشه که تبدیل به انرژی جنبشی بشه. انرژی جنبشی توانایی انجام کار داره. انرژی پتانسیل چون ذخیره‌ایه، وقتی آزاد بشه تبدیل به انرژی جنبشی بشه میتونه باعث انجام کار بشه. خب برگردم قبلیه. اینو بگم، میگه هرگاه کار انجام بشه دو حالت ممکنه برای انرژی پیش بیاد. پس من نتیجه میگیرم کار و انرژی مرتبط با همن. دیدیم که یکای هر دوتاشون هم ژوله. پس کار و انرژی مرتبط با همن، یعنی وقتی که کار انجام میشه میتونه انرژی از جسمی به جسم دیگه منتقل بشه یا انرژی از شکلی به شکل دیگه تبدیل بشه. پس وقتی کار انجام بشه یا انرژی تبدیل میشه یا انرژی منتقل میشه. حالا برعکس، وقتی انرژی مصرف بشه میتونه کار صورت بگیره، حتما کاری صورت میگیره. اینجا داره میگه وقتی کار انجام میشه انرژی از صورت یا نوعی به صورت یا نوع دیگه تبدیل میشه. مثلا شخص داره جعبه رو هول میده، در سر هول دادن انرژی شیمیایی توی بدن شخص تبدیل به انرژی گرمایی میشه. در سر استکاک مقداری از انرژی شیمیایی درون بدن شخص به شکل انرژی گرمایی هدر میره. پس یه تبدیل انرژی صورت گرفت، شیمیایی به گرمایی. اینجا هم همینجور، وقتی که شخصی جسمی را بلند میکنه به یه ارتفاعی میبره انرژی شیمیایی جسم در ارتفاع قرار گرفته دیگه، به انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل میشه. یا وقتی که سیبی از درخت میفته، توپی سقوط میکنه، پای میفته، خب در ارتفاع قرار داشته، اول انرژیش به صورت پتانسیل گرانشی بوده، وقتی به سمت پایین میاد حرکت میکنه تبدیل به انرژی جنبشی میشه. اینجا هم داریم میگیم وقتی کار انجام میشه میتونه انرژی از جسمی به جسم دیگه منتقل بشه. مثلا این توپه داره حرکت میکنه، میخوره به توپ ساکن،
وقتی به توپ ساکن رسید، مقداری از انرژی جنبشی این توپ به توپ بعدی منتقل میشه و کار صورت میگیره. یعنی اینم شروع به حرکت میکنه. پس با انجام کار در واقع انرژی از یک جسم به جسم دیگه منتقل شد. چند تا مسئله حل کنیم در مورد انرژی ها. قبل از اینکه مسئله هاشو حل کنیم، در مورد انرژی پتانسیل گرانشی باید بگم که انرژی پتانسیل گرانشی به دو عامل بستگی داره. یکی جرم یا وزن جسم، دو ارتفاع. یعنی هر چقدر جسم در ارتفاع بالاتری قرار بگیره، انرژی پتانسیل گرانشیش بیشتره نسبت به زمین. هر چقدر در ارتفاع پایینتری قرار بگیره، انرژی پتانسیل گرانشیش کمتره. یا هر چقدر جرم جسمم بیشتر باشه، انرژی پتانسیلش بیشتره. هر چقدر جرم جسمم کمتر باشه، انرژی پتانسیلش کمتره. پس انرژی پتانسیل گرانشی به ارتفاع و جرم یا وزن جسم بستگی داره. اینجا داریم میگیم به وزن جسم یا همون جرمش و ارتفاعش، و با این دوتا رابطه مستقیم داره. میگه انرژی پتانسیل گرانشی رو میخوای به دست بیاری، بیا وزن جسمش، وزن جسم یا جرم، وزن رو گفته بودیم جرم ضرب در شتاب جاذبه دیگه، وزن رو ضرب در ارتفاع جسم از سطح زمین کن. وزن که یکاش نیوتونه، ارتفاع هم که از جنس طول یکاش متره، یکای انرژی هم گفتم مثل یکای کار ژول هستش. بیایم حالا حل کنیم. مثلا جسمی به وزن 15 نیوتن در ارتفاع 10 متری از سطح زمین قرار گرفته، انرژی پتانسیل گرانشیش چقدره؟ فرمولشو بنویس چون نمره داره. انرژی پتانسیل گرانشی مساوی وزن ضرب در ارتفاع، وزنشو داده 15، ارتفاع هم داده 10، ضرب کن میشه 150 ژول. مسئله بعد، پسر بچه به وزن 200 نیوتن در بالای یک سرسره که ارتفاعش از سطح زمین 2 متر نشسته، انرژی پتانسیل گرانش این پسر بچه نسبت به سطح زمین چقدره؟ فرمولو نوشتیم، انرژی پتانسیل گرانشی مساوی وزن ضرب در ارتفاع. تبدیلی هم ندارم چون این نیوتونه، اینم متره. اگر مثلا این متر رو سانتی متر داده بود، تو باید تبدیل کردی به متر. اگر به جای وزن جرم داده بود، تو باید ضرب در 10 می‌کردی، وزنشو حساب می‌کردی، بعد تو فرمول می‌ذاشتی. میای 200 ضرب در 2 می‌کنی، میشه 400 ژول انرژی پتانسیل گرانشیش. خب توی آوان میگه که آونگو از وضعیت قایمش منحرف میکنیم و رها میکنیم تا تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیلش رو مشاهده کنیم. خب پس این آونگمونه، من آونگو میگیرم بالا، بعد از حالت قایم میگیرم بالا، رهاش میکنم. وقتی که در اینجا قرار گرفته آونگم، خب نسبت به سطح زمین در یک ارتفاعی قرار گرفته، انرژیش همش به شکل پتانسیل گرانشه چون در ارتفاع قرار گرفته و حرکت هم نداره. حالا وقتی که آونگم رو رها میکنم، انرژی پتانسیل گرانشیش تبدیل به انرژی جنبشی میشه و کار انجام میده. یعنی این جعبه رو میتونه به حرکت در بیاره. وقتی که به این سطح میرسه، تمام انرژی پتانسیل گرانشیش تبدیل شده به انرژی جنبشی. پس من میگم در اینجا انرژیش به شکل پتانسیل گرانشیه چون در ارتفاع است. اینجا تمام انرژی تبدیل شده به انرژی جنبشی که میتونه کار انجام بده. ما گفته بودیم انرژی جنبشی میتونه کار انجام بده، انرژی پتانسیل توانی انجام کار نداره. این انرژی جنبشی شده، کار انجام میده، جعبه رو تکون میده. اینجا که درست وسط گذاشته، میگم نیمی از انرژی جسمم به شکل پتانسیله، نیمیش به شکل جنبشیه. به صورت مساوی، نیمی پتانسیل، نیمی جنبشی. فعالیت کتاب میگه عبارت های زیرا به صورت جعبه کلمات کامل کنی. هر یک بار یا بیشترم میتونیم از این کلمات استفاده کنیم. در یک رادیو بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل میشه، تبدیل انرژی. در یک چراغ قوه انرژی شیمیایی درون باتری که درون باتری ذخیره شده به انرژی نورانی تبدیل میشه و پس از آن لامپ انرژی الکتریکی رو به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل میکنه.
اینجا رو نگاه کنید، باتری. درون باتری انرژی به شکل شیمیایی، پتانسیل شیمیایی ذخیره شده. خب در واقع وقتی که ما باتری رو توی مدار میذاریم، انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه. این انرژی الکتریکی که باتری من تولید کرد میده به لامپ، توی لامپ انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل میشه. اینجا هم داره قانون پایستگی جرمو در واقع میگیم، میگیم یک ژولش نور شده، 9 ژولش گرماست. پس اگر از من میخواست انرژی الکتریکی چقدر بود، میگفتم 10 ژول. چرا؟ چون قانون پایستگی جرم میگه مقدار انرژی ورودیم با خروجیم برابره. بعد یه نکته دیگه هم از این شکل میفهمم، میگم که توی لام بیشتر انرژی به شکل گرما هدر میره، فقط 1 ژولش به شکل نورانی تبدیل میشه. توی بدن ما برای انجام فعالیت‌های روزمره‌مون به انرژی نیاز داریم. این انرژی رو از طریق غذاهایی که می‌خوریم به دست میاریم. ما توی هفتم خونده بودیم غذا برای ما ماده و انرژی تامین می‌کنه. حالا بعضی از غذاها مثل لیپیدا، کربوهیدرات ها انرژی بیشتری برای بدن ما تامین می‌کنه. بیشتر انرژی مورد نیاز ما از طریق مصرف این غذا تامین میشه. بدن ما متناسب با فعالیتی که داره نیازمند انرژی. هر چقدر فعالیت بیشتر باشه نیاز به انرژی هم بیشتره. مثلا وقتی که تو میدوی انرژی بیشتری میخوای مصرف میکنی نسبت به زمانی که راه میری، یا یک مکانیک بیشتر از یک کارمند که فقط پشت میز میشینه انرژی نیاز داره. بعد اینجا هم که گفتیم، ما از طریق خوردن غذای متنوع انرژی لازم برای فعالیت هامون رو به دست میاریم. مقدار غذا و انرژی مورد نیاز هر شخص به سنش، جنسیتش، فعالیتش، جسش، اندازه بدنش بستگی داره. انرژی ذخیره شده توی غذا و خوراکی ها به شکل انرژی شیمیاییه و یکاش کیلو ژول یا کیلو کالری هستش. هر کیلو ژول برابر با 1000 ژول، هر کیلو کالری برابر با 1000 کالری، هر کالری برابر 4.2 ژول و هر کیلو کالری برابر با 4200 ژول. ما یه یکایی داریم به نام کیلو ژول بر گرم. این یکا داره میگه که در واقع مقدار انرژی شیمیایی برای هر گرم غذا هستش. بس با مثال بگم، مثلا میگیم که وقتی میگیم انرژی شیمیایی شیر 2.7 کیلو ژول بر گرم است، یعنی توی هر گرم شیر معمولی 2.7 کیلو ژول انرژی شیمیایی ذخیره شده. انرژی روی بستای خوراکی و گاهی بست به کیلو کالوری هم می نویسن. خب قبل از اینکه بیایم سوالای این فصل رو با هم دیگه حل کنیم، نمونه مسئله حل کنیم، بریم یه کتابم ورق بزنیم، بعد برگردیم سوالا رو حل کنیم. فصل 8مون انرژی و تبدیلاش. فعالیت میگه به فهرست زیر جمله‌ای اضافه کنید که واژه کار در اونها معنی متفاوتی داشته باشه. میگه که من امروز خیلی کار دارم، من در یک شرکت تولید بازی رایانه استفاده میکنم. یا مثلا دوتا دیگه اضافه کنیم، من کار دارم، دارم مثلا ریاضی حل میکنم، من در کار دارم، دارم با تلفن صحبت میکنم، من با دوندگی های زیاد امروز هیچ کاری انجام ندادم. نمونه از این فعالیت ها رو میتونیم بزنیم. صفحه بعد فکر کنیم، میگه در علوم مفهوم کار رو چنان تعریف میکنن که قابل اندازه گیری باشه. مثل اینکه مثلا ما میگیم با این دوندگی زیاد کاری انجام نشده، از نظر علم فیزیک کاره، چون میتونیم اندازه گیری کنیم، چون جا به جایی صورت گرفته. خب اینم که چیز خاصی نداره. فقط اینجا رم کتاب اشاره کرده بگیم نیرو، توی ابتدایی خونده بودیم، مقطع ابتدایی خونده بودیم، میگفتیم که نیرو همان کشش و رانشه.
وقتی که اگه یادتون باشه با این مثال میزنم، وقتی کشای دراوری رو میکشیم یا هولش میدیم میرانیم، داریم نیرو وارد میکنیم. نیرو رو از روی اثرهاش میشناسیم. نیرو باعث میشه، اثرهای نیرو بر اجسام باعث شروع حرکت جسم میشه. اگه به جسم ساکن نیرو وارد کنیم باعث شروع حرکت میشه، یا باعث توقف شروع حرکت یا توقف حرکتش میشه، باعث سریع‌تر شدن حرکتش یا کند شدن حرکتش، یعنی نیرو سرعت جسم رو تغییر میده، باعث تغییر شکلش میشه. نگاه کنید الان مثلا اینجا داره به جسم نیرو وارد میکنه، شکلش تغییر کرد، بعد باعث تغییر جهت حرکت جسمم میشه. اینها اثرهای نیرو بود. اون شکل رو که بررسی کردیم، فرمولم که گفتیم، این شکلم بررسی کردیم. خب اینم فکر کنید کتاب بود که بررسی کردم. صفحه بعدش این شکل، خب دیگه دریافت خود را از شکل زیبا، توجه به مفهوم انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل گرانشی و تبدیلش بیان کنیم. اینجا جسم و این سنگ و بالا نگه داشته، ساکن، حرکت نداره و در یک ارتفاع قرار گرفته، پس انرژیش از نوع پتانسیل گرانشیه، پتانسیل گرانشی نمیتونه کار انجام بده. حالا سنگ رها کرد، رها کرد، شروع به حرکت کرد، پس انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل شد به انرژی جنبشی. انرژی جنبشی توانایی انجام کاره، میتونه کار انجام بده، روی قوطی کار انجام داد، شکلشو تغییر داد. اینم که آزمایش آونگی که انجام دادیم. خب این تبدیلارم که گفتم، خود را بیازمایید. مقدار انرژی که بدنمون با خوردن یک تخم مرغ آب پز 60 گرم، یک گوجه فرنگی 50 گرم، یک نان لواش 100 گرم کسب میکنه چقدره؟ خب تو باید دونه دونه ضرب کنی دیگه. میای جدول اینجا بهت داده، ما میگیم هر گرم تخم مرغ چقدر انرژی تولید میکنه؟ 6.8. هر گرم تخم مرغ 6.8 کیلو جول بر گرم انرژی داره. میام 6.8 و ضرب در چقدر من تخم مرغ خوردم 60 گرم میکنم تا انرژی تخم مرغ به دست بیاد. بعد گوجه فرنگی 50 گرم خوردیم، هر گرمش چقدر انرژی داره؟ گوجه فرنگی 0.9. پس میام 50 رو ضرب در 0.9 میکنم. بعد نان لواش چقدر خوردیم؟ 100 گرم، هر گرم نان لواش چقدر انرژی داره؟ 11.3 کیلو جول بر گرم. پس میام 100 و ضرب در 11.3 میکنم. این سه تا عددم رو با هم جمع میکنم تا مقدار کل انرژی که به دست از خوردن این سه ماده غذایی به دست آوردیم رو حساب کنیم. خب این فصلمون اینجا بگم، خب میگه دریافت خود رو از شکل با توجه به مفهومی که در این فصل فرا گرفتی بیان کنی. خب ما میتونیم بگیم که منبع تمام انرژی ها خورشیده، یعنی گیاهان در عمل غذا سازی انرژی خورشید رو میگیرن، غذا سازی میکنن و انرژی خورشید رو به شکل انرژی شیمیایی در خودشون ذخیره میکنن. ما و دیگر جانداران هم با خوردن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم گیاهان این انرژی خورشید رو در واقع وارد بدن خودمون میکنیم و به این صورت دیگه، یعنی منبع اصلی تمام انرژی ها خورشیده. اینجا هم که چیز خاصی نداره، این فصلمون تموم شد. حالا بریم با چند تا نمونه سال این فصل آشنا بشیم. مسئله در رابطه با این فصل چند تا مسئله حل کنیم. میگه اگر حسین جعبه‌ای به وزن 800 نیوتن را با نیروی 500 نیوتنی 10 متر روی زمین بکشه چقدر کار انجام داده؟
خب این وزن جعبه هم 800 نیوتونه، ولی چقدر نیرو برای هل دادن این به کار برده؟ 500. پس میام اول فرمولمو می‌نویسم، نیرو ضرب در جابجایی، میام 500 و ضرب در 10 می‌کنم میشه 5000 ژول. چرا 800 رو حساب نکردم؟ چون وزنشه. ما میگیم کار مقدار نیرویی که به کار میبریم ضرب در مقدار جابجایی که جسم انجام میده. نیرویی که به کار برده 500 نیوتونه، ضرب در جابجاییش میشه 5000 ژول. میگه این بار حسین جعبه 200 نیوتونی را 2 متر از سطح زمین بالا میبرد. حالا چقدر کار انجام داده؟ حسین برای بلند کردن این جعبه 200 نیوتونی باید برابر با وزنش نیروی رو به بالا وارد کنه. پس اینجا در انگار حرکت در راستای عمودی نیرومون همون وزن جعبه است. میان این بار 200 رو ضرب در 2 میکنیم. اول فرمول رو مینویسم، نیرو ضرب در جابجایی، نیروم 200 جا به جاییم 2 میشه 400 ژول. وزن برداری یک وزنه 120 کیلوگرمی را از روی زمین بلند کرده تا بالای سرش میبره. اگر کاری که این وزن بردار انجام داده 2400 ژول باشد، وزنه تا چه ارتفاعی از سطح زمین بالا رفته؟ خب این بار به تو کارو داده 2400 ژول، وزن رو نداده ولی جرم رو داده. تو اگر 120 رو ضرب در شتاب اجازه ضرب در 10 کنی وزنت به دست میاد. 120 رو ضرب در 10 کنی میشه 1200 نیوتن. کارم داری جا به جایی نداری، تو فرمول کار بذار به دست بیار. اومده وزن رو اول حساب کرده، 120 کیلوگرم رو ضرب در 10 کنیم شد 1200 نیوتن. نیروت 1200. فرمول کار رو نوشته، نیرو ضرب در جابجایی، جای نیرو گذاشته 1200، جای کارم گذاشته 2400. خب جابجایی میشه 2400 تقسیم بر 1200 میشه 2 متر. سال بعد، علی 350 نیوتن وزن داره. هنگامی که بالای سرسره‌ای به ارتفاع 24 متر قرار میگیره، چه مقدار انرژی پتانسیل گرانشی در بدنش ذخیره میشه؟ گفتیم برای اینکه انرژی پتانسیل رو به دست بیاریم، باید وزن و ضرب در ارتفاعش کنیم. اول فرمولش رو می‌نویسیم، انرژی پتانسیل مساوی وزن ضرب در ارتفاع. حالا می‌خوایم حساب کنیم، وزنش رو گفته 350 نیوتن. ارتفاع اینجا دو افتاده، اشتباهی تایپی بوده، بخشید 24، ضرب کنیم میشه 700 ژول. 700 ژول. خب سال بعدی، اگر یک توپ بسکتبال 400 گرمی رو به سمت بالا شوت کنیم، وقتی این توپ در ارتفاع 10 متری از سطح زمین قرار میگیره، انرژی پتانسیلش چقدره؟ بازم انرژی پتانسیل میخوام حساب کنم، باید وزن و ضرب در ارتفاع کنم، ولی وزن رو ندارم، جرم رو دارم، تازه بر حسب گرم دارم. اول بیام گرمم رو به کیلوگرم تبدیل کنم، بعد ضرب در 10 کنم تا به وزن تبدیل بشه، بعد ضرب در ارتفاع کنم. خب نگاه کنی، 400 گرم رو تقسیم بر 1000 کردیم شد 14 کیلوگرم، ضرب در 10 کردیم شد 4 نیوتن، نیروم شد 4 نیوتن، ارتفاع هم که گفته 10 متر، 4 رو ضرب در 10 میکنم، انرژی پتانسیل گرانشی میشه 40 ژول. یک مرد 80 کیلوگرمی از پارکینگ یک ساختمان تا پشت بام بالا میرود. اگر 16000 ژول یا 16 کیلو ژول انرژی پتانسیل گرانشی به دست آورد، ارتفاع بام نسبت به پارکینگ چقدره؟ خب اینجا انرژی پتانسیل رو داده، وزنش که در واقع ما اگر 80 ضرب در 10 کنیم میشه وزن دیگه، وزنش هم داده، ارتفاع رو میخواد. خب پس میایم اول 80 کیلوگرم رو ضرب در 10 میکنم میشه 800 نیوتن. فرمول انرژی پتانسیل رو مینویسم، وزن ضرب در ارتفاع. خب جای انرژی پتانسیل میذارم 16000 ژول، جای وزن که در آوردم 800، ضرب در ارتفاع. حالا ارتفاع رو میخوام، باید 16000 رو تقسیم بر 800 کنم میشه 20 متر. سال بعد، محمد در چای خود 10 گرم شکر میریزد تا شیرین شود، سپس 2 عدد تخم مرغ آب پز جمعاً به اندازه 100 گرم را با 2 عدد نان لواش که هر کدام 100 گرم است به همراه یک گوجه فرنگی 50 گرمی به عنوان صبحانه می‌خورد. محاسبه کنیم محمد با خوردن این مواد غذایی مجموعاً چند کیلو ژول انرژی به دست میاره. خب میایم اول برای شکرش.
چقدر شکر خورده؟ 10 گرم. 16.8 توی مسئله به شما میدن. حالا من از جدول در آوردم، هر گرم شکر 16.8 کیلو جول انرژی میده. پس میام 10 و ضرب در 16.8 میکنم، میشه 168 کیلو جول انرژی شکر. حالا دیگه چی خورده؟ تخم مرغ. تخم مرغ دو تا تخم مرغ خورده که جمعا شده 100 گرم، دو تا تخم مرغ شده 100 گرم. پس میام 100 گرم و ضرب در 6.8 میکنم، 6.8 مقدار انرژی 1 گرم تخم مرغه که توی جدول به شما میدن. پس 100 و ضرب در 6.8 میکنم، میشه 680 کیلو ژول. برای نان چقدر نان خورده؟ گفته که دو تا نان لواش که هر نان لواش 100 گرمه، پس جمعاً چقدر نون خورده؟ 200 گرم. پس میام 200 و ضرب در 11.3 مقدار انرژی هر گرم نانه، ضرب میکنم میشه 2260. گوجه فرنگی 50 گرم خورده، هر گرم گوجه فرنگی 0.9 کیلو ژول انرژی داره دیگه، پس 50 رو ضرب در 0.9 میکنم میشه 45. حالا میام این عددامو جمع میکنم، 168 به علاوه 680 به علاوه 2260 به علاوه 45 میکنم انرژی که این محمد از خوردن صبحانه کسب میکنه رو به دست میارم. اینم ساله این فصلمون.